سلام مخاطبان ایندیپندنت فارسی. امروز شهرداری شهر بوم در بلژیک پرچم تاریخی شیر و خورشید نشان را جایگزین پرچم جمهوری اسلامی کرد و با اهتزاز اون در این شهر اولین شهر اروپایی هست که پرچم شیر و خورشید رو جایگزین پرچم جمهوری اسلامی کرد. مهمان امشب من خانم دریا صفایی هستند، نماینده پارلمان بلژیک که امروز در این مراسم حضور داشتند. خانم صفایی سلام، خوش آمدید به گفتگو با ایندیپندنت فارسی. درود، سپاسگزارم از دعوتتون. بفرمایید که جایگزین کردن پرچم شیر و خورشید نشان به جای پرچم جمهوری اسلامی چه پیامی رو به همراه داره؟ ببینید، پرچم شیر و خورشید پرچم تاریخ ایرانه، در واقع مال تک تک ملت ایرانه که از هزاران سال پیش به دنیا آمدند و همچنان ادامه خواهند داشت. یک پرچم سمبولیک و نمادین هست برای اینکه یادآور این باشه که این ملت خیلی قدیمیه و هرگز نخواهد مرد. خب مسلما نمادهای انقلاب کنونی هم چیزهایی است مانند درآوردن روسری، سوزاندن روسری که نماد تبعیض زنان ایرانی شده در این رژیم جمهوری اسلامی، عمامه پرانی و همچنین برافراشتن پرچم ملی و تاریخی ایران. این بود که خب مسلما پرچم جمهوری اسلامی با اون علامتی که وسطش هست یک پرچم ایدئولوژیک، این پرچم ایران نبوده، پرچمی که تحمیل شده به تاریخ ایران و مدت کوتاهی در تاریخ خواهد موند. خیلی خوب بود که ما بتونیم نشون بدیم به جهان که ایران و ایرانی جایگاه دیگه‌ای توی دنیا میخواد باز کنه و از این همین طریق این پرچم سعی کردیم نزدیک بشیم به شهردار و ایشون متقاعد شدن که این حمایت به نوعی حمایت از انقلاب امروز مردم ایرانه و اون چیزی که مردم ایران لازم دارن. مردم ایران همونطور که ایشون هم در سخنرانیشون گفتند که این شکنجه ها، این اعدام ها، ما شاهد اونها هستیم و ما میخوایم که به این مردم این پیام رو برسونیم که ما از انقلاب زن، زندگی، آزادی دفاع میکنیم. و همونطور که منم توی در واقع صحبت کوتاهی که داشتم گفتم اینه که مردم ایران، کسانی که بی صدا هستن در داخل جمهوری اسلامی ولی صدای خودشون رو با شجاعت بلند کردن، نباید بی صدا بمونن. ما باید سعی کنیم اینجا صدای اونها باشیم و از همین جهت این پرچم تاریخی رو برافراشتیم تا بار دیگه یادآور بشیم به عنوان اولین شهری که در اروپا این کار رو کرده، مردم ایران فراموش شده و تنها نیستن. بسیار عالی. خانم صفایی اشاره کرده در صحبتاتون به سرکوب‌هایی که جمهوری اسلامی از اول انقلاب مردم شروع کرده و همچنان اخبار بسیار زیادی از این سرکوب‌ها به گوش میرسه. از جمله این روزها خیلی خبر میرسه که دارن در زندان‌ها زندانیان رو شکنجه میکنن. به نظر شما چه اقدام مؤثری میتوان انجام داد که در واقع این جلوی این سرکوب‌های جمهوری اسلامی حداقل یه مقدار گرفته بشه؟ 100% باید این کارو کرد. هر کاری که میتونیم باید بکنیم. یکی از روش‌هایی که میتونه در خارج مهم و مفید واقع بشه همین گره زدن قلب تک تک خارجی‌ها با قلب تپنده مردم ایرانی که دارن برای کشورشون و آزادیشون و آینده کشورشون و خودشون تلاش میکنن. اینجا باید به این مسئله خیلی پرداخت که جمهوری اسلامی چه کار داره میکنه با مردم ایران. به خاطر همین من توییتر خودم رو اصلا تبدیل کردم به توییتر انگلیسی برای اینکه جهان ببینه چه وحشیگری هایی به مردم دارن میکنن، چه گونه کشتار میکنن، شکنجه هایی که میکنن برای اقرارهای زیر شکنجه. اصلا در دادگاهی که اسمش دادگاه، فقط در بیدادگاهشون 18 روزه جوانان رو به اعدام محکوم کردن. وقتی جهانیان اینا رو میشنون، وقتی اینا رو میخونن، وقتی که من ازشون یا کسانی که ازشون میخوان پدرخواندگی و مادرخواندگی سیاسی این عزیزان در بند رو بر عهده بگیرن، در واقع قلبشون از نظر عاطفی به این انقلاب گره میخوره و خودشون رو مسئول تک تک این جوانان که الان 18,000 نفر فقط زندانی سیاسی در زندانهای ایران هستش. خب طبیعتا این راهیه که جمهوری اسلامی رو منزوی تر از گذشته میکنه. جمهوری اسلامی خوب متوجه هست که جهان نظارگر این جنایت هاشه و در واقع حداقلش اینه که
الان داریم میبینیم یه جورایی جرأت نمیکنه که بیشتر از این پیش بره، گرچه که تا الانش هم خیلی زیادی پیش رفته، ولی وظیفه ما اینه که صدای مردم ایران باشیم و نذاریم مظلومان سرکوب بشن، همونطوری که الان جهان داره میبینه، جهان صدای مردم ایران شده، ایرانی رو نمیتونن مظلومانه بکشن بدون اینکه دنیا ببینه. این وظیفه‌ای که باید انجام داد و برای همین پدرخواندگی و مادرخواندگی سیاسی که در تک تک پارلمان های جهان داره اتفاق میفته و همچنین داره موجش گسترده تر میشه، یک راه خوبیه برای گره زدن سرنوشت ایرانی ها با قلب کسانی که توی در واقع قلب قانونگذاری هر کشوری هستن، به امید پیروزی تک تک ایرانی ها و آزادی تک تک دربندان. بسیار سپاسگزارم خانم دریا صفایی، نماینده پارلمان بلژیک، از گفتگو با ایندیپندنت فارسی. به امید آزادی ایران. به امید آزادی. متشکرم. شب شما خوش. شب خوش.